الکی مثلا دوربین رو روشن کردم. دوربین نیست که، وبکم. اصلا نیاز نیست اینجوری کنی و اونجا روشنش کنی، اینج از تو پی سی اینجا دکمه رو میزنی و فیک بود این حرکتم. درود تو روح تک تکتون، چطورید؟ حالتون چطوره بچه ها؟ مجبورم کردید، انقدر کامنت گذاشتید که دیگه مجبورم کردید بیام جلو دوربین و یکم صحبت کنم، صحبت خودمونی کنم، چون به هر حال حق دارید یه چیزایی رو بدونید هم راجع به من، راجع به زندگیم، راجع به خیلی چیزا، راجع به حالم، حال هممون البته، فقط من نیستم، ولی خب هر کس مشکلات شخصی خودشو داره، همه دارن، فقط میگم من و شما نیستیم. فقط میگم حتما ویدیو رو تا آخر نگاه کنید، این ویدیو واقعا مهمه، واقعا مهمه. سعی میکنم خلاصه کنم خیلی چیزا رو، ولی حتما نگاه کنید اگر شخصیت من براتون مهمه. اگر نه، فقط ویدیو رو نگاه میکنید که اصلا ببندید برید، این ویدیو رو نیازی نیست نگاه کنید. میگم اگر خود من برای شما مهمه. الان چند وقتیه که تو کامنت ها خیلی میزنید که وای ارفان تاکسی قدیمو میخوایم، آی اینجوری، آی اونجوری، ارفان تاکسی چرا مثل قدیم نیست، چرا شاد نیست، چرا اون شوخی های قدیمی رو با ما نمیکنه، چرا فیسش تو خیلی ویدیوها نیست، چرا آهنگ نمیخونه، چرا اینجوری، چرا اونجوری. بچه من همیشه از وقتی کارو شروع کردم سعی کردم خودم باشم جلو دوربین، فیک نباشم، و حتی خیلی وقتا هم البته حالم بد بوده و سعی کردم، آی گوشم میخوره، سعی کردم که حالم یکم بهتر باشه، ولی خب این اخیرا نتونستم خیلی اون شادیه رو حفظ کنم توی جلو دوربین و کلا تو ویدیوها. شاید به خاطر همینم بود که اصلا فیسمو از ویدیوهای جدید برداشتم، مخصوصا متاکرافت و هاردکورام و اینا تو کانال خودم، و حالا دلیلش هم بهتون میگم از کجا شروع شد این داستان، چرا اینطوری شد و اینا. اولا اینکه کلا از داستان مهسا امینی به بعد، یعنی از 8 ماه، چقدر 8 ماه 8 9 ماه شد فکر کنم، از اون داستان بعد که خب یه مدت که فعالیت نکردیم، همون خیلی ضربه بدی به خود من زد، به خیلی از یوتیوبرها زد، به خیلی از بلاگرها زد، چه از نظر مالی که میگم مالیش پایین ترین چیزش بود، یعنی اصلا مهم نیست اون مالی، یعنی از مالی مهمتر همش بحث منتاله بوده. درست درآمد یوتیوبرها اینا خیلی به نسبت اون موقع اومد پایین، البته الان ویو ها خیلی بهتر از اون موقع شده و اینا، اوضاع کلا داره بهتر میشه. حالا کاری ندارم به اون، خدا رو شکر واقعا، ولی کاری به اون ندارم، اصلا منتال و ذهنی شو دارم میگم. خیلی آسیب دیدیم چون کانالامون آسیب دید، کانال ما مثل بچه‌هایی که مادر به دنیا میاره بزرگ میکنه پشتش هست. خود شما این همه پشت کانالی بودید مثلا ناراحت نمیشید وقتی میبینید اون یوتیوبر خودش و ویدیوهاش و ویوهاش داره میاد پایین، سطحش میاد پایین، کیفیتش میاد پایین. چرا؟ چون انگیزه نداره، چون از نظر روحی حالش خوب نیست، چون که بازدید نداره، چون بازدید بیشتر و بازخورده بهتره که باعث میشه یوتیوبر یا حالا اون تولید کننده محتوا ویوش بره بالاتر، انگیزه بگیره بیشتر کار کنه، بهتر کار کنه، تجهیزات بخره، هی کار دائما ارتقا بده کیفیتش، و این میشه یه مسیر پیشرفت. مسیر پیشرفته بوده برای همه و حالا پسی بلندی داشته، ولی توی داستان مهسا امینی به بعد یه حالت سرازیری شد برای هممون تقریبا. میگم الان اون سرازیریه تازه داره یکم صاف میشه و یکم با سختی خیلی زیاد داره بهتر میشه. علاوه بر همه اینا، من مشکل شخصی تو زندگیم خیلی داشتم توی 3-4 ماه گذشته، کلن 3 ماه گذشته، 4 ماه گذشته خیلی مشکل و درگیری داشتم، و هم تو رابطم مشکل داشتم، هم توی زندگی شخصی مشکل داشتم. میگم خیلی کلن مشکل داشتم، هم شاید با دور و وریا مشکل داشتم، ولی بیشتر با خودم مشکل داشتم. حقیقت در آخر فهمیدم که من با خودم مشکل داشتم و نیاز داشتم که معماهایی رو تو ذهنم حل کنم که الان خیلیش حل شده است برام، و الان تازه بعد 3-4 ماه دارم نفس میکشم، واقعا حالم بهتره، واقعا حالم بهتره. راجع به مشکلات شخصی نمیخوام اینجا واقعا صحبت کنم، نیازی هم نیست شما بدونید. میگم گفتم دیگه خلاصشو، آخه برای همه پیش میاد، اصلا چیزی نیست که بخوام به شما بگم. اینا باعث شد کارم خیلی تاثیر بذاره، سطح کارم اومده پایین، قبول دارم، چون اصلا کار نمیکنم خیلی توی کانال خودم، مخصوصا دارم میکنم یه ویدیو متاکرافت دوره هم با بچه‌ها گرفتیم و همونو میذارم بدون فیس و بدون خیلی دوک قشنگ، و با اینکه میگم من آدمی بودم که خیلی شاد بودم جلو ویدیوها، ولی از شما توقع دارم، از شما توقع دارم که مثل همیشه که پشتم بودید واقعا الانم پشتم باشید، کامنت های پر انرژی برام بذارید بچه‌ها. من کامنتاتون رو میخونم، واقعا همیشه میخونم، سعی میکنم تا جایی که بتونم لایک کنم، با اینکه کامنتاتون خیلی زیاده دمتون هم گرم، ولی حتما کامنت های پر انرژی برام بذارید. نگیر ارفان تاکسی قدیمی رو میخوام، ارفان تاکسی قدیمی داره کم کم برمیگرده. من الان شروع کردم برنامه‌ریزی کردم برای ضبط ویدیوهای مثل قدیم، دارم دونه دونه ضبطشون میکنم، و از 2 هفته دیگه 10 روز دیگه شروع کنم به منتشر کردنشون. پس فعلا 10 روز اینا شاید ویدیو نداشته باشم تو کانال خودم. شما هم امتحان اینا دارید، امتحاناتون رو بدین تا اون موقع منم ویدیوها رو آماده کنم، و اینکه تابستون رو با هم میتره کنیم، واقعا مثل تابستون پارسال که ترکوندیم، عالی بود، خیلی خوب بود، توی اوج خودم بودم اون موقع. بعدش هم داستان مهسا امینی و اینا شد که خب هممون به فنا رفتیم، هرچند که هر چیزی بهای خودشو داره دیگه. ولی آره میگم دلیل این یوبوست ها و خوب نبودن ها تو ویدیو و خوب نبودن کار مشکلات شخصی بوده بیشتر، که همه اینا میگم مشکلات کاری، روابط، شخصی، همه اینا با هم قاطی شد و واقعا من تا مرز فروپاشی منتال رفتم، ولی دور و وریا کمکم کردن توی این مدت. خود شما هم کامنت های
پر انرژیتون همیشه کمکم هم کرده. میگم دوره خیلی بدی رو گذروندم، الان داره بهتر میشه اوضاع منتالم و ذهنم. میگم همیشه من از کامنت های شما انرژی گرفتم واقعا، به جز این چند روز گذشته که خیلی کامنتاتون شده. ارفان تاکسی قدیم خب آدم واقعا دلش میگیره این کامنت ها رو میبینه، ولی به حال بر هم پیش میاد دیگه. مثلا 3 سال کامنت مثبت بوده، 2 روزم کامنت منفی، چیز طبیعیه واقعا، یعنی از طبیعی هم طبیعی تره برای من. ها خیلیتون راجع به کانال مشترکی که با فرناز زدم میپرسید و کلا راجع به فرنازم زیاد سوال ازم پرسیدید. بچه فرناز، من تو دوره‌ای و تو برهه‌ای با فرناز آشنا شدم که واقعا حالم بد بود و خیلی کمکم کرد واقعا، به عنوان یه بزرگتر، به عنوان یه دوست خیلی خوب. واقعا حتما کلی انرژی مثبت براش بفرستید از طرف من. خیلی کمکم کرد، خیلی با هم صحبت کرد و واقعا میگم مثل یه مشاور قشنگ پشتم بود و دمش گرم واقعا، هر جو بتونم براش جبران میکنم. ولی آها، راجع به کانال مشترکمون هم پرسیده بودید. من خیلی وقت بود که از تقریبا 6 ماه 1 سال پیش من می‌خواستم کانال مشترک با یکی از یوتیوبرها بزنم و انتخاب اولم علی لیندا بودن، فانتزی زون، چون با اونام خیلی رفیقم، واقعا خیلی دوستشون دارم از ته دل و هر روز با هم صحبت میکنیم تقریبا اینا. ولی خب به مشکل خوردیم که نمیتونیم کانال مشترک بزنیم. چرا؟ چون که اصلا علی و لیندا فیس ریویل نکردن کانال فانتزی زون و فیس ندارم و یه سری ویدیوها رو نمیتونیم درست کنیم. ولی خب تونستم با فرناز برای کانال مشترک هماهنگ شم و اونجا میگم بیشتر محتواهایی رو میذارم که شاید بزرگسالانه تر باشه، پس خودتون دیگه این موضوع رو داشته باشید، حواستون به این موضوع باشه. اونجا میگم یه ذره مثبت 18 تر کلا و محتواش فرق میکنه با اینجا، ولی اینجا ماینکرافت دوره هم مثل همیشه. و اون کانال هم هر کی دوست نداره واقعا میتونه دنبالش نکنه، بچه کانال پیکسی تاکسیکو. ولی خودم اون کانال رو خیلی دوست دارم چون به خودم خیلی خوش میگذره موقع ضبط ویدیوهاش و اینا و خیلی هم خدایش حمایت کرد ازش. خیلی بازدید بعضی ویدیوهاش از کانال خودم بیشتر شد، خیلی حمایت کرد ازش. دمتون واقعا گرم اونایی که حمایت کردن، ولی به من و فرناز انرژی دادید. حتما برید تو اون کانال باز به من و فرناز انرژی بدید، چون کامنت های اونجا هم جفتمون میخونیم با هم. چیزایی هم که توی گیم هست تو متاکرافت و اینا هست، البته خودتون میدونید قبلا گفتم داستان همش و همش هماهنگ شده است و جدی نگیرید اونا رو برای هیچ کس، برای همه اعضای متاکرافت اونا فقط داستان و مثل یه فیلم میمونه که هماهنگ شده است از قبل. بیرون این داستان ما همه با هم دوستیم و همیشه صحبت میکنیم با هم تا 5-6 صبح با هم با بچهای متاکرافت میشینیم، یه 10-15 نفر صحبت میکنیم با هم، عشق میکنیم. خیلی هم بچه‌ها باحالن واقعا، دوستشون دارم. کانال مشترک رو که گفتم، کانال ارفان تاکسیک هم که گفتم از چندین روز 10-15 روز دیگه شروع میکنه مثل قدیم کانتنت های خفن و باحال با انرژی بیشتر سعی میکنم. واقعا میگم حالم الان خیلی بهتره و با کامنتاتون الان حالم بهترم میشه. برو کامنت بذار همین الان، برو بذار حضرت عباسی، برو کامنت بذار حتما بعد بیام بالا سرت کامنت بذاری، برو بذار همین الان با زبون خوش کامنت خوب مثبت بذار، منفی بذاری بنت میکنم از کانال. اینه که بچه‌ها اگه میبینید یه یوتیوبری کانتنت کریتور جلوی دوربین مثل قدیمش نیست، حواشو داشته باشید، چقدر مشکلات شخصی زیادی داره. من الان با بچهای یوتیوبر صحبت میکنم، همه واقعا پر مشکل شخصی تو زندگیشونن، پر داستانن. حالا یه سری ها دوومشون بیشتره، یه سری ها منتالشون زود بریک داون میشه، داغون میشه، یه سری ها نشون نمیدن، یه سری ها مثل من دیر نشون میدن، ولی خب وقتی نشون بدن خیلی تابلو میشه. یعنی کل کامیونیتی من فهمید که من حالم اوکی نیستم، مثل همیشه نیستم و خیلی خوشحالم از این موضوع. چرا؟ چون یعنی که شما خیلی اهمیت میدید به من و میگم خیلی خوشحال کننده است این موضوع. با اینکه کامنت ها شاید منفی باش بود مثلا این چند روز، ولی از کامنت های منفی هم از طرف خیلی خوشحال شدم، چون یعنی خیلی واقعا تیک کر میکنید این داستان. یه حرفی ندارم، مراقب خودتون باشید، مراقب سلامت ذهنتون و روحتون باشید، مراقب دور و بریاتون، خانوادهتون، دوستاتون باشید، همه عشق بورزید. و ارفان تاکسی قدیمی رو میخواید، آره دیکتاتوری دوست دارید، کارتون کارم اوکی ات، نگران نباشید. به هر حال گنگ بودن هزینه داره، انرژی مثبت یادتون نره، موضوع خودتون باشید. هرچند مثلا میخوام دوربین رو خاموش کنم، اینجوری کنم.